سوران خانم، سوران خانم. بله. چیزی نیست جونم، فقط 3-4 ساعته. عوضش یه اون پشت پناهت میشه. تو راه خانم من نه ترسم. پاشو برو به شوهرت برس. بچم بس که داد زد گلوش پاره شد. اومدم. جواد آقا. بله. جواد آقا زود باش ننه جون، برو ماما رو خبرش کن، دیگه وقتشه. تا حالا 3 دفعه خبرش کردم، اومده گفته هنوز وقتش رفتی نشده. رفتی که رفتی؟ دوباده به این تنبلی هم نوبرشه. دختر نازنینم از درد مثل مار داره به خودش میپیچه. آخه تقصیر خودتونه که نذاشتیم ببرمش بیمارستان. خودش تو این اتاق به دنیا اومده، بچه‌ش هم باید تو همین اتاق به دنیا بیاد. ای باز وایساده منو نگاه میکنه. ده بودو بودو جونم بودو. کسی که میکاره موقع دروش هم یه تقلایی میکنه. خوشبال خواهرت. خوش به حال شوهرش. پارسال این موقع عروسی کرد، امسال بچهش داره دنیا میاد. محمود آقا تو هم مثل خانم بزرگ سرکوفت میزنی یا؟ نه حسرت میکنم. تو این 10 سالی که ازدواج کردیم میتونستیم 10 تا بچه داشته باشیم مثل دسته گل. 10 تا؟ آره مثل داداشم احمد، 8 سال عروسی کرده 8 تا بچه داره. نه دیگه اونجورش هم خوب نیست. انسی خانم ماشاءالله یه خط در میون دو قلو میزاد. همین تو سفره بچه امسی مواظب باش زمین نخوری. به نظرم این دفعه هم دوقلوه ها. من دلم میخواست تو بچه دار میشدی، هر سال دوقلو میزایدی. وقتی این بچه های داداش احمد رو میبینم و دلم ضعف میره. اما اون خودش از دست بچه هاش کلافه شد. خب دیگه دنیا همه چیزش افراط و تفریطه. که من نزدیدم دوستم ندیدی؟ به بدبختی اینجاست که دوستت دارم. اگه دوستم نداشتی چی کار میکردی؟ هیچی، طلاقت میدادم، یه زن میگرفتم که هر سال برام یه بچه بزن. خب حالا میخوای همون کارو بکن؟ نه نمیتونم، نمیتونم. چرا؟ برای اینکه دوستت دارم عزیزم. منم خیلی دوستت دارم. فکر میکنم اگه یه روزی خدایی نکرده از هم جدا بشیم از قصه دیغ بکنم. شایدم برای همینی که ما بچه نداریم برای هم هلاکی. چرا؟ خب دیگه من اگه بچه داشتم نصف محبتم مال اون میشد، اون وقت واسه تو میموند فقط نصفش. تو هم نباید همینطوری. نمیدونم، حالا که نداریم اما گمون میکنم محبت پدر فرزندی یه جور دیگه باید باشه. خیلی دلم میخواست بدونم محبت پدر فرزندی چجوریه. برای من که فرقی نمیکنه. الان مثل این که بچه‌مو دارم همون میکنم. فکرشو بکن چقدر قشنگ بود اگه دوتایی بچه‌مونو همون میبردیم. تا سرشو میشستی من تنشو لیف میزدم.